با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما عرض کنم که این حکومت از زمانی که سر کار اومد، افرادی در رأسش بودند، یک کار کوچیک میخواستن بکنن، زوغمر میشدن. مثلا خمینی فکر شاهکار کرده که کمیته امداد درست کرده که فقرا رو جمع کنید. این فقیر جمع کردن نیست، این فقیر پروری است. حالا همشو بدبخت کردن و برشون کردن به امان خدا و از این حرف ها. یا جهاد سازندگی درست کردن که در اصل جهاد سازندگی بود. دوستان، لطماتی که جهاد سازندگی به کشور زد در حد جنگ بود، چون تخصص نداشتن که. هر کدوم یه دستگاه لودری، بلدوزری، گردی، جاده، فلان، یه پل اصلا درست میکردن، ذوق مرگ میشدند. ذوق مرگ میشدند. جاده فلانجا رو کشیم، جاده فلانجا رو کشیم. باید جاده سازی حرفا نیست. بی حرفا نیست، باید شروع بی مسخره بازی ها نیست. لطمه زدن که من اسم بخشم جهاد سوزندگی. همون وقت میگفتم بهشون، بارها بارها بهشون میگفتم، چون بلد نبودن. هلورکی کاری بخواستن انجام بدن که ما آمار ما کاری انجام دادن. یادتون باشه، اونا که یادشون هست، وقتی میخواستن متروی تهران کرج رو افتتاح کنند، هاشمی رفسنجانی، یعنی بچه ها زغمر شده بود و 24 تا رئیس جمهور دعوت کرد. 23 تاشون اومدن، که معاونش اومد و بیشتر رئیس جمهورها گفتن آقا برسین دنبالمون، هواپیمای اختصاصی میرفت دنبال اینو برداشت میورد و دوباره برمیگردوند. بعد نه همه تو اون مترو جا داد و واسه عین رضا شاه جست بگیره که مثلا اون پول برس که درست کرد، اون راهن شمال کشید و واسه جورا پنجره جست بگیره که ما مثلا مترو افتتاح کرد، چون ندیدن. سوق مرگ شده بودن، نه تو ایران دیده بودن، نه جای دیگه دیده بودن. و فکر میگن شاهکار که هیچ دونی کار نکرده. و وقتی مثلا راهان سیرجان به بندر عباس بکشن، نمیدونن چی کار میکرد، چه تبلیغاتی، بیشتر از پول پروژه تبلیغات میکردن. هاشمی بارها بارها شد که بعضی از طرها رو چهار پنج بار افتتاح میکرد. این بود ذاتشون. و بعد رئیس جمهوری که دعوت کرده بودن آمده بودن، وقتی میخواستن برن، از فرش بگیر تا سکه طلا اینا دادند، صنایع دستی بهشون دادند. اگه خانوادهشون بودن دیگه سکه بارمشون کرده بودن، سرویس طلبشون میدادن. یکی از دوستان میگه محمد تو نمیدونه چی کار کرده. اومده بودن نمیخواستن برن، خیلی هاشون خانوادهشون نمیخواستن برن. خوش رئیس جمهور برگرده که چه چهار تاش همین کار کردن. رئیس جمهور بودن گذاشتن برگشتن. بعد از چند روز خانوادهشون یه خود تو ایران چشیدهشون سیر شده خود دیدن و بعد ایران باز بردن گذاشتن. همه کشورهای فقیر بیچاره بدبخت در بدر از آفریقای برابر تا چند کشور دور بر. حالا بحث روحانی است که مطرح میکنه آقا شنبه شنبه جشن میگیریم. مردی که خر، بی سواد، بی اصل و نسب، دروغ و کثافت، تا بین خامنه‌ای بی شرف و خمینی دجال بی همی کس، چی میخوای بگی مردم جشن بگیرن؟ دیگه مردم شما رو آدم حساب نمیکنن، حرفاتون اصلا توجه دیگه نمیکنن، چون اصلا ارزش نداره. خودشون همه اونو میفهمن دیگه، حرفا شما پوچه. بحث معاشرت تو خودت مطرح کردی اول قبل از این مسائل. حالا که اونا مطرح کردن به خود پلاسه الاخر فکر یه بروف میزنی میگیره، حالا اونا بروف زدن. حالا تو از کجا 14-15 سال قبل کنون اعلام کنن ما رأی نمیدیم تو خبر داشتی؟ باز چه هزینه از جیب ملت کردی؟ باز چه وعده دادی؟ باز چه قول قرار گذاشتی که باز از جون و خون مردم بگذاری تا بخوای این کار انجام بشه؟ فلان امضا نکنن، امضا بکنن، نکنن. اینها چیزی برای شما نداره. خودتون هم خوب میدونید، اما اینقدر بی حیا و پررو و بی شرفید، سنگ و پای قضیه جورش رو لنگ بندازه که باز همین حرفا رو میزنید. خودتون میگید، خودتون هم میخندید، چه مرد هنرمندی، خود بویی خود خندی. واقعا من موندم تو شما آخونده بابا، خلاصه یک چیزی باید باشه تو شما، نیست، همون هم نیست. جشن میگیرن مردم شنبه شنبه، جشن چی میخوان بگیرن؟ میخوای بگی که آقا سازمان رو تایید نکرد؟ اونا که فیاخالده شما رو در آوردن، بچه هم برجام خودتون درست کردی، اونا درست کردن، مثلا توی بیشرف درست کردی که مردم بدبختی فلاکت بندازی، مردم جون نگیرن. برجام چرا باید باشه؟ چرا باید به اینجا برسه؟ شما که قرارداد نخونده امضا کردید چون سوادشو نداشتید. شما 2500 پاسپورت خودتون بودید. حالا میگه حرفا رو میزنه که چی بشه. هر چی اینا رو بگید
خوشبختانه بیشتر به قهقرا میرید. توف مردم صورتت میدازن، توف تو صورت تو خامنه‌ای بیشرف. بچه‌م شما که الان گروگان پاسدارا هستید، الان سپاه شما رو گروگان گرفته با محافظه که داره، تکون نمیتونید بخورید. اینقدر هم ضعف پیشون دارید، از تو و معاونت همه ضعف دارید که نفس نمیتونید بکشید. بخاطر دزدیه که کردید، کسافتکاری که کردید، یک مش حرام لقمه و حرام زاده واسه پس میندازید بر فکر با میلاد. سپاه خودش هیچ غلطی نکرده، فقط کار خوبی که کرده همین که بازاری رو پدرشون در آورده، یکی پدر شما رو در آورده. وقت تو مجبور بخندی، این خنده همش هیستریکه. خدمت شما عرض کنم که شما چرا دو تا انفجاری تو شرق تهران به وجود اومد حرف نمیزنی؟ چی؟ شیب؟ کجا؟ چه ساش در نمیاری؟ هر روز به هر ساعت و هر روز به قهقرا میری حرف نمیزنی؟ بهتر تو گوش گاو بخوابید تا ملت از خواب بیدارتون کنند. البته اگر بتونید از خوابم بیدار بشید که نمیتونید بشید. دوستان قضیه این است که اینا قرار بوده حساب از امشب سیاست معاشر بشه. او هم یک دلقه که ترام مثل تو هم از او بدتر. او از تو خرتر، تو از او گافتر. ترام قبیل بدبخت بیچاره است که شارش به خاک ذلت نشونده، به خاک ذلت نشونده، که شارش بدبخت کرد، دنیا رو هم بدبخت کرد. البته نه دنیای توده انسان را، نه. بعد برای من نوشتن که البته 3-4 نفر هستن که آقای محمد تو که اینقدر ادعاد میشه حرف میزنی فلان میکنی بسار میکنی، خب راهکاری داشته دنیا. ما میدونیم دنیا رو به سقوط داره میره، سقوط هم کرده. گفتم به کی بخوام راهکار بدم؟ گفت خب یک مجموعه درست کنیم، یک کاری بکنیم، فلان بکنیم، بسار بکنیم، حرف بزن، همش انتقاد نکن. گفتم شما آدمش رو نشون بدید من حرفش هم میزنم. گفت نه، فرض کن ما تصمیم گیرنده هستیم. گفتم فرض کن شما تصمیم گیرنده هستید، اولین کاری که بکنید گفت بذار یادداشت کنید. گفتم یادداشت کنید. گفتم اولین کاری که میکنید حق وتو رو بردارید. دومین کاری که میکنید سازمان رو تبلیغ خانم ها بدید. سومین کاری که باید انجام بدید بدون برو برگرد تمام مجالس قانونگذاری دنیا منحل بشن. بین 3 ماه تا 6 ماه بعد از نو رای گیری بشود. 55% خانم ها، 45% آقایون نماینده مجلس بشوند. تمام مدیر عاملای بانک، مدیر کلای بانک‌های بزرگ، بانک مرکزی و و امثال همه خانم باشند، حتی بانک جهانی. عفو بین الملل، اینا همه شد ساز و بشر، همه اینا رو دست خانم‌ها تبدیل بدید. شما اطاعت امر بکنید، هر چی گفتم کارو بکنید. ببین ریشه فیلشه فسادی در جامعه در دنیا خوشگیری میشه نمیشه. عطر و عطوفت زن دنیا رو میگیره نمیگیره. زنها در خلاف کردن جز استثنای دنیا هستن، نمی کنند. تمام وزیران آموزش پرورش زن باشند و خیلی جاهای دیگه. گفتم شده یار حضور ذهن ندارم متاسفانه. خواهی که نمیشه گفتم از خفشید دیگه، نمیشه. چه وقت من میگیرید شما؟ یکی گفت خب پیشنهاد های خوبیه ولی خب گفتم من نمیدونم. شما گفتی راهکار بده، انتقاد نکنیم راهکار. شما ارزن شروار تا بروشید الان آمدی راهکار من بگید، حرف ها بزنید، بگید اعلام کنید میگه روزنامه دست شما نیست، تا دست شما حرف بزنید، بگید فرنگسازی کنید، زمین سازی کنید، بقصه تا این کار هم نکنید به هیچ جایی نمیرسید. ساعت به ساعت به قهقرا میرید تا نابودی کاملتون بود بشه برید. تنها راه نجات دنیا همین. ما نمیدونیم زیاد همین 100 سال اخیر ما میبینیم دیگه مردها چه کردن با دنیا، چه کردن با دنیا. آیا یک آجر رو آجر گذاشتن؟ یک کار مثبت اگه کردن به ما بگید، یک کار مثبت. پس بحثی مورد قضیه نداریم. یه چند نفر نوشتن که شما کسی که از شما انتقاد بونه فلان پاک میکنه. دوست عزیز، انتقاد سازنده باشه من گوش میکنم، چون الان وقت مبارزه است نه مباحثه. ولی تو اظهار نظر میکنی که آره شما این آره میگی، این کارو میکنی، این کارو میکنی، این کارو میکنی، میدونی چیه؟ برنارد شاو بود فکر کنم حضور زنده شده باشم،
یه نمایشنامه نوشته بود به نمایشنامه اجازه میکردم. بعد تمام سالان بلند شدن دست دادن. یه نفر گفت نه اصلا نمایشنامه چرتی بود. گفت والا منم با شما هم عقیدم ولی اکثریت چیز دیگه میگن. حرف مفت نزنید. حرف درست بزنید، حرف درست بشنوید. یک سری موضوع هستید دیگه، موضوع هستید مثلا مجاهدین دیگه فرق نمیکنه. از این بدبختر نمیتونید شما بشید مجاهدین. از این به ذلت و خفت دیگه نمیتونید بشید. چرا اینقدر زور میزنید خودتون بدبختر بکنید؟ نمیتونم. مریضید که قطعا هستید و هرچی هستید به من ارتباط نداره، ولی من بلاک میکنم. به شما گفتم اول دفعه اول نه، حضور زن هم دارم کی بوده چی نوشته، ولی دفعه بعد چرت و پرت داری میگی، حرف موب داری میگی. چون مسئله بلند هم نیست، مشخصه. بله آقای هاشمی 24 تا رئیس جمهور دعوت کرد. خب تر واکسن کرونا شون قطعا عملا شکست خورده، نمیخواستش در بیارن، خواستن یک کیک بزنن مردم رو نتونستن و همش از آن دی بدبختر از آن دی فلک زده در شد. خب خدمت شما هستم که خوشبختانه خوشبختانه و باعث واقعا افتخاره که مردم ایران دیگه به مسئله حاشیه‌ای توجه نمیکنن. قدیما تو هر کسی آقا این چی میاد چی میگم برای پی کارتون دیگه تموم شده هستید دیگه، اون ترفنداتون اون بازیاتون مرحله فوبیا داشتن، فوبیا تموم شده پی کارش دیگه. حالا میفهمن که شما نمیفهمید، میفهمن که راه شما غلطه، میفهمن که شما حرف مفت میزنید، میفهمن که شما مزدورید. تق ترامپ هم در اومد باهاش 40 نفر رو اومدیم ما چیز کردیم چی میگن تحریم کردیم. آقای ترامپ بس کن، خجالت بکش. البته حقتون همینه، کیفیت اتفاقی نیست، کیفیت اتفاقی نیست، کیفیت اتفاقی نیست. بلد نیستید، خودتون نمیدید کنار، طبیعت چنان چکی تو گوشتون بزنه که تا 60 دور خودتون بچرخید در راه رو گم کنید، نخواست خود طرف برید. این مملکت داری نیست، این دنیا داری نیست، همه تون اصلا بد دارید. وقتی حق به تو داری مشخصه. ما باز تکرار میکنم چند نفر گفتن آقا جون حرامزاده براحتی نگو. چرا بگم ببین حرام در اصل دزدیه. میگه حرام مثلا این لقمه حرامه، این لقمه دزدیه. دزدی یعنی حق یه نفر ضایع کردی. نباید اینقدر تکرار کنم اینو. دزدی یعنی حق یه نفر ضایع کردی، حق یه نفر خوردی. بازده این چیه؟ همون حرامی هستی، فرق نمیکنه. برید فکر کنید، خودتو بورا نزنید. برید احقاق حق کنید، وگرنه یکی مثلا شرعن گفتن حرامه، نه خیلی حرامه یعنی دوست، حرامه یعنی دوست. اینا میخوان یه خود برداشت کنید، یک فانیست به شرع و غیر شرع هم کار نداریم. ما با واقعیت ما زندگی کنیم، با واقعیت حرکت بکنیم. خب دوستان خبر خوب تو راست، البته خبر خود دیگه هم متوجه میشید اتفاقات میفته که دیگه فقط به فقط به نفع کشوره امسال کشور ماست و مردم اسم ملت ما. واسه افتخار دنیا هستید ملت ایران. بهتری که اونا که باز میگن آقا اینقدر ایران ایران نکن، تو بهتری تو بمیر، تو جون در بیاد هست از تو بدبخت بخیل. خیلی مسخره است، داره میترکه از اسم ایران، میترکه مشخصه تو ایرانی نیستی، داره شکی نیست، ولی بهترک. حسود هرگز نیاسود. ایام بکام روزگار خوشه.